سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که در جمع حاضرن و دوستانی که بعد از این ادامه صحبت‌های امشب ما رو درباره حسن صباح و اثر او در جهت‌دهی تازه به اندیشه اسماعیلیان نزاری در ایران می‌بینن. آنچه که من در این جلسه انجام خواهم داد در واقع مروری است بر خلاصه اندیشه تعلیم و اینی که اندیشه تعلیم چگونه در جهان شناسی و در واقع کیهان شناسی اسماعیلی نزاری اثر گذاشته و با سه مفهوم دیگر ارتباط تنگاتنگ دارد. یکی توحید است، نکته بعدی امامت است و مفهوم دیگر مفهوم قیامت است. یعنی شما تعلیم رو دارید، امامت رو دارید، توحید رو دارید و قیامت رو دارید. این چهار مفهوم در منظومه فکری اسماعیلیان نزاری در هم تنیدن و یکی رو بدون دیگری نمیتوان فهمید. برای اینکه مروری بکنیم بر آنچه که در نوبت پیشین خدمت شما عرض کردم، خلاصه ای از در واقع اصل تعلیمی که حسن صباح پایه‌گذاری کرد اینجا خدمت شما عرض میکنم و بعد از این میریم سراغ ارتباط تعلیم، توحید و امامت و قیامت. خلاصه سخن حسن صباح چهار نکته بود، چنان که در از روایت شهرستانی در ملل نهل نقل کردیم. در واقع چهار گزاره است که حسن صباح طرح میکنه. گزاره اول این است که آیا، یعنی در واقع صورتبندی به این شکل است که خرد در معرفت خدا بس یا نبس. یعنی شما برای که معرفت خدا برسید آیا عقل انسانی کفایت میکند برای رسیدن به معرفت خدا یا نیازمند به یاری و دستگیری چیزی جز خرد هستید که در واقع میشود هدایت وحی. و اونجا حسن صباح استدلال میکند که اگر شما بگویید که در معرفت خدا خرد کافی است، یعنی هر انسانی به عقل خودش میتونه معرفت خدا برسد، پس شمایی که اسماعیلی نیستید و منی که اسماعیلی هستم تنی نمیتونید بزنید، چون به همون اندازه که شما میتونید به معرفت خدا برسید خب ما هم میتونیم برسیم. در نتیجه شما نمیتونید ادعا کنید که فراتر از ما واقعی، چون مبنای سخن این است که بالاخره همه انسان عقل دارند، همه میفهمن، همه ناقص العقل که نیستن، که مگر اینکه یک انسانی ادعا کند که من عقل ویژه‌ای دارم که بقیه ندارن. که اینجا حسن صباح میگه شما به محض اینکه این ادعا کردید، ادعا کردی پیامبری، یعنی یه چیزی بیشتر از بقیه داری، که باز هم دوباره میفتی در همون چرخه استدلال. و اگه گفتی که خرد در معرفت خدا بس نیست و نیازمنده یک چیز است، پس ناگزیر شما نیازمند معلمید. حالا این معلم کیست؟ اونجا بحث بعدی یه چیز شروع میشود، بحث بعدی حسن صباح شروع میشود، که اگر قبول کردیم که خرد کافی نیست و نیازمند به هدایت دیگری هست، پس ما یه معلمی لازم داریم. این معلم باید در کار خودش خبره باشه، معلم صادقی باشد. این تعبیر معلم صادق که در زبان حسن صباح می آید در واقع یک جایگزینی است برای تعبیر امام معصوم. و ما می بینیم که تقریبا در سراسر دوره علموت از تعبیر معصومیت برای امام پرهیز می شود. یعنی اصلا وارد این مقولات نمی شود. بینید که به این دلیل که شأن امام رو، یعنی در واقع معنویت امام رو اجل از این می دونن که شما امام رو بگذارید زیر ذره‌بین مفهومی مثل مفهوم عصمت. این البته با برداشت امروزی ما از عصمت تفاوت داره، با برداشت تاریخ نگارانه از عصمت هم تفاوت داره. فعلا وارد این نکته نخواهیم شد، ولی برمیگردم به این موقعی که به احیانا به سوالات برسیم. قدم بعدی این است که این معلم صادقی که قرار است معرفت خدا رو به شما یاد بده، خوب دقت کنید که در اصل تعلیم موضوع معرفت توحیده، موضوع معرفت خداست. موضوع معرفت نه شیمیه، نه ریاضیه، نه الهیات، نه تفسیره، نه حتی تعویله، هیچ کدوم از اینا نیست. موضوع معرفت یه چیز است که شما یه خدایی دارید، یه توحیدی دارید، آدمیان باید برسن به این معرفت خدا و واسطه این معرفت خدا امام زمان است، امام وقت است. اون چیزیست که اون کسیست که در تعبیر اسماعیلیان نزاری به اون موگن محق، یعنی کسی که حق در او متجلی است.
و این معلم معلمیست که معرفتش رو کسب نکرده، یعنی معرفت او اکتسابی نیست، معرفت او بیواسطه است. حالا این در بیواسطه بودن معرفت معلم از کجا میاد؟ عده ممکنه فکر کنن که این همون سخن علم لدن نیست که سایر شیعیان بهش اعتقاد دارن. این تعبیر تعبیر هم درستیست هم تعبیر نادرستیست. تعبیر درستیست به این معنی که یکی از صورتبندی های در واقع معلمی که علمش رو بیواسطه کسب کرده است، یعنی در واقع اون علمی که کسب کرده معرفت خداست. خوب دقت کنید، این هست که از پیش خودش داره، این هست پیش خودش رو، یعنی بدونی که بره مدرسه، بدونی از کسی چیزی بیاموزد به این معرفت رسیده. اما ریشه دعوا در واقع اختلاف نگاه نزاریان است و یا در واقع اسماعیلیان است با فلاسفه به طور کل، به خاطر اینکه فلاسفه علل اصول قائلن که این عقل انسانی کمک میکنه به آدمیان و آدمیان میتونن معرفت خدا برسن، اما عقول سلسله مراتب دارن. بالاترین چیزی که در واقع وسیله رسیدن به معرفت خداست عقل کل است، به خاطر اینکه اینا اعتقاد دارن که خدا اولین چیزی که آفرید، خوب دقت کنید، خدا آفرید، این رأی فیلسوفان است، یه خدا اولین چیزی که آفرید عقل اول است یا عقل کلی است. این دقیقا نقطه اختلاف اسماعیلیان با فیلسوفان است، یعنی فیلسوفان، تمام فیلسوفان، این شامل ابن سینا هم میشه، قائلن به اینی که خدا این عقل کلی را آفرید و بعد سلسله مراتب عقول میاد پایین تا میشه همین جهان، یعنی در واقع کیهان شناسی فیلسوفانه مشائی به تعبیر. اسماعیلیان از اوائل دوره فاطمی قائل به این بودن که خدا اصلا در چارچوب عقل بشری نمی گنجد، خدا اصلا خودشو آلوده این مسائل نمی کنه، خدا خداییست که فوق و ورای تشبیه و تعطیل است. یعنی شما اصلا خدا رو قاطی این بازی ها نمی کنید. من سعی می کنم به زبان خیلی ساده این توضیح بدم و اصطلاحات فنی زیاد به کار نبرم که از موضوع دور نشید. پس وقتی شما از یه خدای فوق وصف و فوق بیان حرف میزنید، از خدایی که حتی ورای موضوع معرفت شدن هم باشد صحبت میکنید، پس دیگه شما به خدا کار ندارید، اینو باید بذاریدش کنار. پس خدا نیست که میاد عقل رو میآفریند. آنچه که در باور اسماعیلیان، الان خصوص اسماعیلیان نزاری تر شد، این است که برخلاف فیلسوفان که میگفتن یه خدای وجود داره، بعد امر آفرینش که اتفاق میفتد، اولین چیزی که خلق میشود عقل کلیست که اونو خدا خلق کرده. اسماعیلیان اومدن گفتن که شما به خاطر که وقتی که این کار انجام میدید در واقع خدا رو دارید میارید پایین، خدا رو میارید در تراز فهم عقل انسانی قرار میدید، شما خدا رو بذارید کنار. و تکیه هم کردن و در واقع استناد هم کردن به این آیه قرآن که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و این در مقدمه در صفحات نخستین سیر و سلوک طوسی هم آمده است که این تعبیر انما تعبیر حصر است، که وقتی در آیه قرآن میاد که همانا فقط و فقط این امر خداست که این آفرینش را انجام داده است، میگن پس خدا کار نداشته به این آفرینش، اون چیزی که آفرینش کرده امر خداست، خود خدا نیست. حالا اتفاق بعدی این است که این امر، این امر الهی، یه تجلی، یه جسمانیتی، یه انعکاسی در عالم مادی پیدا میکنند. اسماعیلیان اومدن گفتن آنچه که، آن کسی که تجلی و مظهر امر خدا و کلمه خدا، در واقع تجسد کلمه خداست، امام زمان است. شباهتش دقت کنید با این چیزی که در قرآن درباره مسیح آمده است که میگن مسیح کلمه خداست، یا خود مسیحیان هم اینجور میگن که مسیح کلمه خداست. پس این امر، این کلمه، اون چیزیست که در واقع نقش فعال رو در آفرینش ایفا میکنه، خود خدا قاطی قصه نیست. پس شما رسیدید به یه توحیدی که به یه شناختی از خدا میرسید که در آن خدا منزه محض است، یعنی به تعبیر خود طوسی در سیر و سلوک این تنزیه محض است و توحید صرف، یعنی خالص خالص خلص توحید میشه اینی که اسماعیلیان میکنه، این روایت حسن صبا است. پس
خرد در معرفت خدا بس نیست، ما احتیاج به معلمی داریم، این معلم باید معلم صادق باشه و این معلم معرفتش رو نباید کسی کسب کرده باشه، این معلم همون نظر امر خداوند است، برخلاف فیلسوفان که میگن خدا علت اولاست. ببین این نسبت علت بودن رو به خدا میدن، عقل کلی یا عقل اول میشه معلول اول که نزدیکترین چیز به علت اولاست. اینا اومدن گفتن که نه آقا این فاصله وجود نداره، یعنی شما نمیتونید به خدا نسبت علیت بدید، این خدا نیست که علته، علتی اگر باشه اون علت اما امر الهیست. خب پس کاری که توصی میکنه در واقع میاد رأی فیلسوفان رو در سیر سلوک نقد میکنه، میگه تعلیمی، این در واقع صورتبندی دوباره اون چهار گزاره حسن صبا است که برخلاف فیلسوفان که میگن بین علت اول و معلول اول هیچ واسطه ای وجود ندارد، تعلیمیان میگن صدور اشیاء از خدا به واسطه امر یا کلمه رخ میده، یعنی خداست که در این امر است اون وسط قرار دارد نه عقل اول. خب این چه خاصیتی دارد برای امام شناسی؟ شما یه توحیدی میخواید که در او خداشناسی در چارچوب تنزیه خدا، در چارچوب نگاه به خدا ورای تشبیه و تعطیل مطرح شده باشه، این نکته اول، و شما بدون واسطه ای که مظهر امر خدا باشد هرگز به توحید نمیرسید، یعنی شما راه تمام راه، یعنی در این صورت بندی که حسن صباح میکنه تمام راه های رسیدن به خدا منحصر میشود به چی؟ به تعلیم امام وقت، به تعلیم محق. به همین دلیل است که میگه که اصل تنزیه اخلاق و فرمان محق وقت بودن است و تسلیم خالص به او کردن. پس شما اومدید توحید رو به یه تعبیری خلاصه کردید در امام شناسی، یعنی شما اگه امام شناسی درستی نداشته باشید توحید درستی ندارید. پس شما چیکار کردید؟ صورتبندی تازه، یعنی در واقع اون صورتبندی قدیمی که اسماعیلیان و فاطمی در زبان سجستانی داشتند، حسن صبا اومد اینو بازگویی کرد، صورتبندی تازه‌ای کرد و بعد نکته‌ای که بهش افزود این است که خب این خیلی خیلی چیز خیلی ساده است، خیلی شهودیه که گفتش که آقا تمام اون دنیا رو بهت بگرد ببینید کدوم آدم تو کره زمین وجود دارد که ادعا کنه این جسارت رو داشته باشه که آقا فقط منم که شما رو به حقیقت میرسونم، فقط منم که شما رو به معرفت حق میرسونم و در همه عالم هیچ کس نیست جز اون یه نفری که از سر صخره علموت داره دعوت میکنه به نام نزار بن مستنصر که در واقع میگه شما باید بیاد اسماعیلی بشید. این خلاصه دعوت حسن صباست در اونجا. حالا این صورتبندی در زمان حیات حسن صبا و اندکی بعد از وفات حسن صبا یه خورده صورت منسجمتر و کلامیتر پیدا میکنه در گفتار خود شهرستانی، یعنی تبیین این نکته رو شما در تفسیر قرآن شهرستانی در مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار و همچنین در مجلس مکتوب خوارزم که من تصحیح کردم، ترجمهش کردم و تا یکی دو ماه دیگه به بازار خواهد آمد میبینید که در اون مقدمه مفصلی که بر کتاب نوشتم اونجا توضیح میدم که چگونه شهرستانی نقش بسیار کلیدی در این دوره انتقال و گذار ایفا میکند، یعنی حسن صباح میاد اسماعیلیان و نظاری رو از فاطمیان جدا میکند، صورتبندی تازهی بهش میدهد، دعوت امامت رو به نام نظار گره میزند به فهم تازه‌ای از توحید و این مقدمه رو فراهم میکند برای اینکه در یکی دو نسل بعدتر قائمی ظهور کند. ببینید اینجا دیگه دعوت قیامت مطرح میشه که بعد میرسیم به در واقع سخنان علازکر السلام درباره اعلام قیامت که توضیح خواهم داد که این ماجرا چگونه به این قصه مربوط خواهد شد. پس شما توحید رو دارید، تعلیم رو دارید و یه صورتبندی تازه از امامت رو دارید، یعنی امام میشه مظهر امر خدا، امام میشه مظهر کلمه پروردگار، امام است که تمام اوصافی که درباره خدا میگوید درباره امام هست. حالا هم استدلال فلسفی اینها می آوردن، هم استدلال عقلی برای این می آوردن، هم به طور خیلی ساده ارجاع می دادن به احادیث و روایاتی که در زبان و گفتار امامان شیعه پیش از اینها بوده است. یعنی شما اگر سیر سلوک رو بخونید، اگر حتی آغاز انجام توصی رو بخونید و تصورات رو بخونید، میبینید ارجاعات بسیار فراوانی داریم، هم در گفتار گفته‌های خود توصی، هم در نقل قول‌هایی که از
توسی. توسی در واقع از امامان اسماعیلی دوره علموت آورده است که روایات امام جعفر صادق رو نقل میکنند. یکی از مشهورترین روایاتی که در آثار اسماعیلیان نزاری هم نقل شده که البته این مشترک است بین تمام شیعیان، شیعیان اثناعشری هم این رو دارن و گمان میکنم در کافی کلینی هم این حدیث آمده است که میگوید که نحن اسماء الله الحسنا و صفاته العلیا بنا یعرف الله و بنا یطاع و بنا یعصا، که ماییم که نام های نیکوی خداوندیم، خدا از طریق ما شناخته می شود، خدا از طریق ما معصیت می شود. این روایت رو این آمدن بست دادن و گفتن که ببینید این خدایی که معصیت می شود و نمیدونم اطاعت می شود و خدایی که شناخته می شود و صفاتش اونه، اسمش اونه، راه رو دور نکنید، مستقیم برید سراغ امام. این بحث‌های فلسفی و کلامی برای معرفت خدا، ذات خدا، صفات خدا هیچ کمکی به شما نمی‌کنه. فقط راه شما رو دور می‌کنه. حالا نکته عجیب ماجرا این است که شما موقعی که المنقذ غزالی رو می‌خونید، غزالی در واقع میاد چیکار می‌کنه؟ میگه فیلسوفان و متکلمان و تعلیمیان و صوفیان، حالا خودش بالاخره خودش صوفی قلمداد می‌کند، راه رو دور کردن. میگه این بحث‌های کلامی و فلسفی که شما می‌کنید هیچ سودی برای شما نداره. علل خصوص شما موقعی که احیاء العلوم غزالی رو میخونید ببینید که خیلی صریح‌تر اونجا در بیخاصیت بودن این علوم فلسفی و کلامی، فقه رو که خب پنبهش زده دیگه، فقه رو گذاشته کنار، میگه اصلا فقه یه عمر یه عمر دنیاویستش، خاصیتی برای آخرت شما نداره. تو این صورت بندی شما میرسید به همین سخن حسن صباح که شما اگه میخواید معرفت خدا برسید، این فلسفه شما رو معرفت نمیرسونه. اینی که استدلال کنید خدا وجود دارد، خدا نمیدونم صفاتش این از ذاتش اون از، هیچ کمکی نمیکنه. فقط خودتون رو وقتتون رو دارید تلف میکنید. و در اوائل سیر و سلوک این آمده است، این روایت از امام علی فکر کنم نقل شده است، که میگه که هر تصویری که هر برداشتی هر فهمی که شما از خدا دارید این مصنوع مخلوق آفریده شماست. شما این خلق کردید، خودتون دارید یه چیزی که خودتون خلق کردید میپرستید، یعنی خدایی میسازید با این ذهن بشریتون. این خدای برساخته شما میشه این خدایی که شما اسمشو میذارید خدایی که در قرآن توصیف شده. این خدای قرآن نیست، این خدایی که زایده ذهن شماست، این خدایی که شما تو خیالتون پروردید، در حالی که خدایی که باید بپرستید که خداییست ورای فهم شما، ورای وهم شما، ورای توصیف کردن شما و ورای توصیف نکردن شما. چجوری آره میشه شناختش؟ از طریق معلم صادق. معلم صادق که اون یه نفری که در هر دوره ای میگوید منم که امام زمانم و محق وقتم، و کل ماجرا رو خلاصه میکنه در دعوت اسماعیلیان نزاری و در این در واقع به فرزندان نزار. پس میبینیم که علاوه بر اینکه استدلال خیلی ساده میکنه، یعنی شما موقعی که اون چهار بند استدلال حسن صباح رو میخونید میبینید که به هیچ وجه وارد بحث‌های فلسفی نمیشه. یه منطق استدلالی خیلی ساده داره که به شما میگه که آقا جان شما اگه میگید رسیدن معرفت خدا و عقل ممکنه، خب شما چرا یقه ما رو گرفتید؟ ما هم که اون کارو داریم میکنیم که بقیه دارن میکنن. اگه میگید ممکن نیست، پس دارید میگید یه پیری باید، یه مرشدی باید، یه راهنمایی باید. این برخلاف مثلا جایی که وجه تمایزش با صوفیان این است که صوفیان میگفتن که بله پیر مرشد لازمه، منتها این پیر و مرشد هر کسی میتونه باشه، لازم نیست که از نسل محمد مصطفی علی مرتضی باشه و از این اهل بیت باشه و گذشته از اون لازم نیست، اصلا این پیر، این مرشد، این قطب فقط یه نفر باشه در هر زمانی. صوفیان میگفتن در هر زمانی شما ممکنه یه تون قطب داشته باشید، 10 تا داشته باشید، 100 تا داشته باشید، هر کسی قطب خودش انتخاب میکنه. حسن به شما میگه که نه، شما نمیتونید 10 تا داشته باشید، همیشه فقط یکی باید باشه و اون یه نفر است که معرفت خدا رو، خود خدا رو، توحید رو به شما میگوید. حالا از امامت و توحید و تعلیم میرسیم به مرحله بعدی در واقع بحث ما که میشه قیامت. یعنی شما از زمان حسن صباح یه فاصله ای دارید تا زمان حسن علیه السلام، که در واقع حسن صباح که اولین فرمان روای علموت است و حسن علیه السلام که چهارمین فرمان روای علموت و کسی که ادعای امامت میکند و دعوی قیامت میکند. تو این فاصله این بذر این تفکری که حسن میکاره پرورده میشه، پخته میشه، آدمای مختلف درش سهم ایفا میکنن، از همه مهمتر شهرستانی این مسیر رو تغییر میده و مهمترین کاری که شهرستانی با این در واقع سابقه ای که حسن صباح درست میکنه این است که
از اندیشه اسماعیلیان فلسفه زدائی میکند به این معنای دقیقی. و این نکته خیلی ظریفی است که باعث خیلی از سوء تفاهم ها شده. برداشت عمومی کسانی که تا امروز اندیشه اسماعیلی رو مطالعه کردن و خیلی از کسانی که نمیتونن در واقع این گزارهای مختلف تاریخی رو درست حذف کنن، این است که اسماعیلیان خردگران، که سخن درستی است، اسماعیلیان تمایل بسیار زیادی به فلسفه دارن، که سخن نادقیقی است. اسماعیلیان نظام فکریشون مبتنی بر اندیشه نو افلاطونی است، که اینم سخن نادقیقی است. و تصورشون این بود که شما هر جایی که خواستید تفکر اسماعیلی رو تمیز بدید و تشخیص بدید، باید بلافاصله دنبال اشاره به این اصطلاحات، برچسب‌ها، تعابیر و عناوین اندیشه نو افلاطونی بگردید. عقل کلی و نفس کلی و عقل اول و عقل دوم و عقل سوم، یعنی چیزایی که شما در زبان و گفتار ابن سینا پیدا میکنید، در سخنان فارابی پیدا میکنید، یه صورت دگرگونی یافته ای از همین سخنان رو شما در زبان و ادبیات حمیدالدین کرمانی پیدا میکنید، که نقش خیلی مهمی در فلسفی کردن دستگاه دعوت فاطمیان داشت. حسن صبا یه کار خیلی اساسی که انجام داد این بود که اولا که زبان دعوت شد فارسی به تدریج، دوم زبان فکری و اعتقادی اسماعیلیان به سمت سادگی بیشتری میل کرد. اینها اندیشه یونانی، اندیشه افلاطونی، اندیشه نو افلاطونی که از در واقع یونانیان رسیده بود به اینجا رو نقد کردند و باور داشتن که این راه رو دور میکنه. حالا اونا اینو تو چه فضایی این کارو میکنن؟ توی فضای ایران دارن این کارو میکنن. توی فضای ایرانی که در قرن سوم، چهارم و پنجم هجری تفکر عرفانی و صوفیانه خراسانی، و تأکید میکنم تصوف خراسانی، نه تصوف غرب عالم اسلام که میشه تصوف آدمایی مثل ابن عربی و بعدا صدرالدین قونوی و آدمایی که از اون شاخه اومدن. وقتی میگم تصوف خراسانی، یعنی ابو سعید ابوالخیر، یعنی ابوالحسن خرقانی، یعنی بایزید بسطامی، یعنی سنایی غزنوی و عطار. اینها ناگهان شدن محور و مدار اندیشه اسماعیلی، و معرفت خدا و رسیدن به توحید ناگهان گره خورد به این تفکر، و از این نگاه به شدت فلسفه محور فاصله گرفت. ما تنها استثنایی که اینجا داریم توسی است، به خاطر که توسی علاوه بر این که بالاخره رئیس دعوت بود، داعی الدعات بود، نزدیکترین کس به امام اسماعیل بود، که ما البته داریم در چند نسل بعدتر حرف میزنیم، کوشش بی سابقه ای کرد برای اینکه این تفکر فلسفی رو دوباره زنده کند و دوباره وارد اندیشه اسماعیلی بکند، که البته به گمان من کوشش ناکامی بود، به خاطر اینکه شما اگر سالهای آخر حیات فکری اسماعیلیان رو در علموت میبینید، میبینید که به روشنی این تفکر به حاشیه رونده میشه. نگاه های کلامی فلسفه محور دیگه نقش محوری و اساسی در اندیشه اسماعیلی ندارن. هرچه بیشتر تفکر اسماعیلی به سمت تصوف میل میکنه و صوفی محور میشه، این به این معنی نیست که عقلانیت کنار میره. خوب تأکید کنم اینجا که عقلانیت و خردگرایی تفاوت دارد با عقلانیت فلسفه محور نو افلاطونی مدار. اینا دو تا مقوله متفاوتن. یعنی شما میتونید خردگرا باشید، میتونید استفاده عقلی بکنید، میتونید استدلال عقلی بکنید، اما در این حال یونانی نباشید. در این حال جهان شناسی شما، یه در واقع به تعبیر دقیق‌تر کیهان شناسی شما، کازمولوژی شما مبتنی بر درک نو افلاطونیان از عالم نباشه. این نکته خیلی ظریفی است. این دوره‌ای که تا زمان علازک السلام سپری میشه، در واقع دگرگونی خیلی تدریجی تفکر اسماعیلی است و فاصله گرفتن از منطق غالب دوره فاطمی. این نکته‌ای که من خدمت شما عرض میکنم، نکته‌ای است که به گمانم هیچ کس درباره صحبت نکرده. یعنی شما علل خصوص موقعی که درباره فلسفه اسماعیلی حرف میزنید، عمده کسانی که روایت فلسفه اسماعیلی رو نوشتند
دوره های مختلف رو، یعنی هر کسی تخصص توی دوره داشته و روی همون دوره تمرکز کرده است و در واقع این پیوستگی و گزارش نکردن. کلید قصه اینجاست که اگر تفکر اسماعیلی رو فقط در چارچوب اندیشه نو افلاطونی بفهمیم، دیگه نمیتونیم توضیح بدیم که در دوره قیامت چه اتفاقی میفته، در بعد سقوط علمود چه اتفاقی میفته، بخاطر اینکه رد پای اینو کاملا بین میره. این دگرگونی مهم از این جهت اهمیت دارد که اندیشه اسماعیلی منحصر و محدود به نگاه نو افلاطونی نبوده، کما اینکه حتی در دورهای پیشین هم اینجوری بهش نگاه نمیکردن. یعنی مثلا مقدمه‌ای که اسماعیلی پونوالا به چاپ المقالید سجستانی نوشته، این نکته رو درش آورده است و پول واکر هم در کتابی که درباره سجستانی نوشته اینو توضیح داده است که در نسل‌های بعدی خود سجستانی در واقع وقتی که اندیشه فلسفی یونان رو به کار میبرد استفاده میکند از این، یعنی همین هم تغییر میده، دگرگون میکنه که سازگار با منش فکری خودش باشه، با اندیشه خودش باشه. این کار رو بعداً کرمانی هم انجام میده، منتها با این تفاوتی کرمانی خیلی میل بیشتری دارد به فلسفه و این صورت بندی های فیلسوفانه. حالا تو این فاصله حسن صباح تا علازه کسران چه اتفاقی افتاد؟ این نقش فلسفه یونانی محور کم رنگتر شده، شما نگاه کلامی آرام آرام به حاشیه رونده میشه، کلام جدلی به تعبیری، کلامی که شما بین اشاعره و معتزله پیدا میکنید. فیلسوف مشربی از جنس سجستانی و کرمانی دیگه در کانون توجه نیست. تصفف خراسانی وارد قصه شده و به یه دوره رسیدیم که هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ اجتماعی مسلمانان، و این شامل فقط اسماعیلیان نمیشه، مسلمانان به غلبه نگاه فقیهانه و ظاهرگرایانه نسبت به دین مشکوکند یا حساسیت شدید دارند یا در واقع واکنش منفی نشون میدن. اینو شما در کلام و گفتار خیلی از صوفیان میبینید، یعنی ابو سعید ابوالخیر، سنایی غزنوی به طور خاص، که در واقع اینا کسانی بودن که آشکارا منتقد حضور خیلی پررنگ فقه در جامعه بودن. و نکته اساسی ماجرا این است که اون کسی که در واقع اون فضایی که این نگاه فقیهانه رو بسیار ستب رو بسیار زمخ در جامعه مطرح میکرد، نظام الملک بود که وزیر سلجوقیان بود و پایه‌گذار مدارس نظامیه بود و فقه حنفی به طور خاص و فقه شافعی رو در درجه پایین‌تر در جامعه ایرانی گسترش میداد. و این نگاه فقه محور باعث حساسیت خیلی ها شده بود، از جمله صوفیان. یعنی صوفیان میدیدن که وقتی شما از دین حرف میزنید، از دینی حرف میزنید که شما میتونید درش ریا کنید، درش دزدی کنید، درش دروغ بگید، مال مردم هم بخورید و در این حال مسلمون باشید. یعنی شما میتونید در 5 نوبت شبانه روز تمام نمازتون رو بخونید، تو محرمتون روزتون هم بگیرید، حجتون هم برید، تمام این مناسک شرعی رو ادا بکنید، ولی عوضی‌ترین آدم کره زمین باشید. این خیلی چیز عجیبی بود که متدینین با این برخورد میکردن. یعنی شما اگه به یکی مثل ابو سعید ابوالخیر نگاه کنید، یکی مثل این قضات همدانی نگاه کنید، آشکارا رو این انگوش میگذاشتن. یه روایتی هست، تعبیری هست از زندگی ابو سعید در اسرار توحید که میگوین شیخ ما رفت پیش یکی از این مغان زرتشتی و به او گفتش که در دین شما آیا چیزی باقی مونده؟ یعنی چیزی هست از اون اصلی که اون موقع به شما گفتن؟ چون تو این دین ما که هیچی نمونده. خیلی چیز عجیبی است. این ابو سعید ابوالخیر آدم ضد دینی نیست، آدم اباهی مسلکی نیست به معنی که بگه آقا خط بکشید رو دین، این دین چیه، این نماز چیه، این روزه چیه. تمام حرف آدمی مثل ابو سعید ابوالخیر و آدمایی که از این منظر نگاه میکردن به مشی و منش مسلمانان این بود که آقا شما یه دینی دارید که چارشنگولی چسبیدید به پوسته ظاهری دین، به قشر ظاهری دین، و این دین شما رو آدم نکرده. شما رفتید نماز خوندید ولی تواضعی در شما نیست، متکبرتر از همه اید. شما رفتید روزه گرفتید ولی همچنان در شهوانیت قوطه برید.
شما میگید ما پیرو پیغمبر اکرمیم، پیرو مصطفییم، چنین میکنیم، چنان میکنیم، ولی هیچ نشانه ای از اخلاق محمدی در شماها نیست. پس این دینداری شما سودی براتون نداره. شما علل خصوص اگر قصاید صنایع غزنوی رو بخونید که موقعی که میگه مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی، از این آیین بددینان، از این آیین بیدینان پشیمانی پشیمانی، خب وقت آیین بیدینان آیین کیه؟ یه مش کافر که نیستن که، اینا که مسیحی و یهودی و جهود و نمیدونم ملحد و لامذهب نیستن. همین مسلمانه اطرافش داره میگه دیگه، میگه که شما یه ده مسلمون دارید که اینا آیین بیدینان دارن، میگه این مسلمانی رو از سر بگیرید، این مسلمانی تو تازه کنید، این مسلمانی خاصیتی نداره برای شما. این نکته رو صوفیان کشف کرده بودن. حالا خوب دقت کنید که چگونه همین اندیشه صوفیانه منتقل میشود به فضای فکری اسماعیلیان نزاری و در واقع یه صورت تازهی پیدا میکنه. خب وقتی یه صوفی مثل ابو سعید البغلانی حرف میزنه، طبعا تو چارچوب فکری خودش اینو میگوید، شما به محضی که این اندیشه رو وارد تفکر اسماعیلی کردید، با اون مقومات و مؤلفه های تفکر اسماعیلی همین مضمون رو باز تکرار میکنید. این مضمون از کجا میاد؟ یه صورت بندی خیلی آشنا دارن اینا که از پیش از این اسماعیلیان مشهور بودن به اینکه باطنی هستند، به خاطر اینکه برای دین قائل به ظاهری هستند و قائل به باطنی هستند. شما نمیتوانید دین ورز باشید و ادعا کنید که قرآن میخونید، ادعا میکنید تابع پیغمبر هستید، ولی این دین ورزی شما با عقل ناسازگار باشه و با اخلاق ناسازگار باشه. یه صورت بندیش، چون بعضی این سوال براشون پیش میاد که باطنی بودن یعنی چه، و میگوین که بله قرآن ظاهر داره، باطن داره، تمثیل داره، تعویل داره، و باطنی بودن یعنی که شما تعویل قرآن رو هم بشناسید. خب اینا خب اصطلاح فنیه، اینا در عمل یعنی چی؟ وقتی شما گفتی که آقا من باطنیم، یعنی که دینداری شما دو تا لایه متضاد و متعارض نداشته باشه، بتونید این تعارضا رو با هم جمع کنید. وقتی شما گفتید من مسلمونم و اخلاقی زندگی میکنم، دیگه شما نمیتونید بگید آقا من مسلمونم، دروغ میگم، مال مردم میخورم، دزدی میکنم، نمیدونم جنایت میکنم، خیانت میکنم، آدم میکشم و همچنان مسلمانم. دیگه اسم مسلمانی نمیتونه به تعلق بگیره. یعنی شما این اخلاقی که باید برای مسلمانی در شما درونی بشه، در شما درونی نشده. به این معنا میگویند که این شریعت راه است برای مقصدی. این مناسک شرعی ابزارند، وسیلن برای یه غایتی و یه هدفی. غایت و هدفی اخلاقی بودنه. حالا توی چارچوب بحثای فنی شما ممکنه بگن یه آیه از قرآن دارید میبینید، یا با عقل جور در نمیاد، یا بالاخره یه معنی دیگر میشه ازش استنباط کرد، ولی کلیدی ترین و اساسی ترین مسئله که هدایتگر اندیشه اسماعیلی است، و اینو باید توی دوران‌های مختلف دید. یعنی شما نمیتونید فقط روی یه دوره تمرکز کنید. اگر به شما بگن تعویل اسماعیلی چیست و شما برید فقط و فقط تمرکز کنید روی آثار و نوشته‌های جعفر ابن منصور الیمن، به یه فهمی از تعویل میرسید که کلاً توی آسمونا سیر میکنه، یعنی اصلا هیچ ربطی به دنیای واقعی نداره. باید دوره‌های مختلف پیش از جعفر ابن منصور رو ببینید، بعد از او رو ببینید، نویسندگان مختلف رو ببینید. یعنی به طور مشخص شما باید سراغ قاضی نعمان برید، سراغ المعید برید، سراغ ناصر خسرو برید، بعد سراغ طوسی برید، و همینجور یه نسل متفاوتی از اینها رو کنار هم بذارید. بعد میبینید که این زبان تعویل تغییر میکنه، این اصطلاحات کلیدی تعویل گرایی تغییر میکنه. یعنی شما یه دونه تعویل ندارید. در دوره علمود تقریبا به طور مطلق میشه گفت که زبان تعویل دیگه زبان تعویل نو افلاطونی نیست. زبان تعویل خیلی نزدیک میشه زبان صوفیان، خیلی عارفانه میشه زبان تعویل، برخلاف مثلا دوره حمیدالدین کرمانی که اصلا تعویل کاملا حال هوای فلسفی داره. قاعده این بود که پیغمبر کسی است که شریعت رو وضع میکند، شریعت رو حفظ میکند، شریعت رو نگه میدارد برای اینکه این شریعت پخته بشه و پرورده بشه و به کمال برسد تا آدمیان به قیامت برسن. حالا خود شریعت که توی چیز وجود نداره، که تو هوا وجود نداره، که مردم به این شریعت عمل میکنن، این شریعت رو میورزن تا به کمال روحی برسن، تا به غایتشون برسن، تا به آخرتشون برسن. خود شریعت همین مناسکی است که پیغمبر برای این آورده، همین احکامی است که مقید به ظاهر
مقید به زمان و مقید به مکان است. و یه تعریفی آورده توسی، من فکر میکنم تو که از جلسات قبل هم عنوان کردم، که توسی میگوید که شریعت دوره ایست یا زمانی ایست یا دوری ایست که در آن طاعت به شرط تعیین اوقات فرماید. یعنی تو هر زمانی، تو هر وقتی که به شما گفتن که در فلان ساعت و فلان ساعت نماز بخونید، روزه بگیرید، این کارو بکنید، شما اگه مناسک شرعی رو ببینید، همه زمان و مکان دارن، همه مقید به زمان و مکانن. و در برابرش میگوید که قیامت دوری است که در آن طاعت به شرط رفع تعیین اوقات فرمایند. یعنی شما وقت رو برمی‌داری، این معنی نیست که نفیش میکنی، به معنی نیست که منتفی میکنید. وقتی به شما گفتن شما مثلا 5 نوبت، 2 نوبت، 3 نوبت نماز بخون، فرق نمی‌کنه چند نوبت بخونید، همینقدر که برای زمان معین کردی و مکان معین کردی، یعنی چی؟ شریعت. فرمش ممکنه تغییر کنه ولی همچنان شریعت، زمانش ممکنه تغییر کنه ولی همچنان شریعت. به محض اینکه به شما گفتن شما اگر نماز شما شد 24 ساعته به جای مثلا در روز سرجم مثلا نیم ساعت 40 دقیقه چیز تو این ابعاد تو این مایه ها، اون موقع شما میرسید به نماز قیامت. اون موقع شما اگه به شما گفتن به جای که یه ماه در سال روزه بگیرید تمام سال رو روزه بگیرید، رسیدید به روزه قیامت. حالا چرا این کارو میکردن؟ و این استنادم داشت به آیه قرآن دیگه، تمام اینا رو از قرآن در می آوردن که الذين هم على صلاتهم دائمون. یعنی نماز دائم یعنی چی؟ کسی همه میفهمن انقدر عقل دارن که آقا شما که 24 ساعت شبانه روز نمیتونی وایسی نماز بخونی، نماز فیزیکی بخونی. شما مثلا اگر نامه های انقضات رو بخونی، انقضات میگه که اگر عقل داشته باشید میفهمید که این نماز قیامت، دقت بکنید که انقضات صوفیه سنیست، شیعه نیست، اسماعیلی هم نیست، ولی آنچه که شما در زبان و گفتار انقضات میبینید نعل به نعل همون چیزیست که در ادبیات و گفتار علازک السلام یه نصف بعد میبینید، یعنی در واقع بلافاصله بعد از انقضات علازک السلام دیگه. مثال میاره، میگه که مگه نشنیدید که میگوین که الانبیاء یصلون فی قبورهم، که میگوین پیغمبران در قبرشون هم نماز میکنن. خب معلومه که پیغمبر نمیتونه تو قبرش خم و راست بشه، که وقتی میگه در قبر، این قبر مادی هم که نیست، که هیچ آدم عاقلی نمیتونه تصور کنه که این قبر شکاف فرمی داره، ناگهان پیغمبر با جنازش روح درش میاد، وای میسه، خم میشه، بدیهی است که با عقل جور در نمیاد. پس یه روایت تعویلی شما از این دارید. الانبیاء یصلون فی قبورهم یه اتصال دائمی است، این قبر هم احتمالاً اشاره میکنه به این جسد اینها. و تمام این نکات رو شروع میکنن صوفیان و بعد اسماعیلیان تعبیر میکنن و یه برداشتی از این شریعت دارن که بسیار معناگراست، بسیار باطنگراست به اون معنایی که خدمت شما عرض کردم. پس شریعت کار پیامبران است، اون کسی که مسئول به کمال رسوندن اینها و در واقع این تلنگر زدن به آدمیان است که فرو نمانند این قشر دین در ظاهر شریعت، و یک کسی باشه که مرتب به اینا یادآوری کنه که آقا شما فراموش کردید این شریعت برای چیه، و به اینا بگی که اصلا شما برای این شریعت و این اوقات برای شما مقرر کردن که به یه جایی برسید، یه پله بیاید بالاتر، اخلاقی تر بشید، انسان تر بشید. این الذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی همین. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی که شما مدام یه کسی رو حاضر کنار خودتون ببینید. تقوا یعنی که شما موقعی که حرف میزنید، موقعی که میبینید، موقعی که میشنوید، موقعی که میخورید، موقعی که میخوابید، حس کنی که یکی دیگری با تو هست، اون خدایی با تو هست و حاضره و ناظره. به این معنا دائم صلات آدمی. شما اگه قرار باشه مثلا 5 نوبت نماز بخونی و بقیه‌شو ول کنی بری، این جاییه که توصیه به شما میگه که شما میتونید احکام و آداب شریعت رو انجام بدید در یه ساعت در شبانه روز، بعد که برید به کار زندگیتون، بهتون بقیه که تو کار زندگیتون دارن انجام میدید، اصلا نیاز ندارید فکر کنید این مسائل شهری، خدا هم برای خودش هست، دینم برای خودش هست، زندگیتون رو میکنید. ولی دیگه قیامتی نیستید، دیگه اهل توحید نیستید. و درست این دوره است که اولین کسی که در واقع این صورتبندی و سلسله در واقع مراتب آدمیان رو در طریق سلوک نامگذاری میکنه شهرستانی است، که بعداً علازک السلام ازش استفاده میکنه و در واقع در گفتار اسماعیلیان نظاری خیلی کلیدی میشود، که آدمیان در سه گروه طبقه بندی شدن، یا اهل تضادند، یا اهل ترتبند، یا اهل وحدتند.
اونهایی که اهل تضادن به صورت خیلی ساده ای من اینو بیان میکنم، میگه اونایی که امام وقتشون رو به رسمیت نمیشناسن و نمیشناسن به معرفت امام زمانشون نمیرسن، چون تو هر دوره یه امام زمانی وجود داره، اهل تضاده. خب به طور خلاصه هر کی اسماعیلی نیست اهل تضاده. اینها نه مبدع دارن نه معاد دارن، یه زندگی دارن در این دنیا تمام میشه میره. بعد اهل ترتب رو داریم. اهل ترتب کسانی هستند که امام زمان خودشون رو میشناسن، اسمی ازش میدونن، رسمی ازش میدونن، میدونن که آه فلانی جانشین فلانی شد، این امام این دوره فلانی است. خب شناخت اینها مراتب داره دیگه، از پایین ترین سطح شروع میشه تا بالاترین سطح. به یه تعبیر دیگه خیلی ساده اگه بخوام بیان کنیم، اهل ترتب همه اونایی هستند که اسماعیلی هستند، اما اونایی هستند که در داخل این جماعت زندگی میکنن، بخشی از این جماعت. ولی هیچ کدوم از اینها به توحید نرسیدن، هیچ کدوم از اینها به قیامت نرسیدن، هنوز به اون مقام در واقع یگانگی و اتحاد نرسیدن. اینجاست که زبان اسماعیلیان نزاعی بسیار نزدیک میشه به زبان صوفیان، یعنی اون فناف الله و یگانگی و معشوق و یگانگی و خدا، این حرف اینجا خودشونشون میده. بعد از مرحله ترتب مرحله وحدت رو داریم، یعنی سالک حقیقت، یعنی اسماعیلی. اینجا شما اسمش رو بذار مرید، اسمش رو بذار رهرو، اسمش رو بذار سالک، اسمش هر چی می‌خواید بذارید بذارید. به جایی میرسه که با امام وقتش، که این امام کیه؟ این امام همون مظهر کلمه خداست، یکی شده. جز او چیزی نمیگه، جز او چیزی نمیبینه، جز او در عالم دیگری سیر نمیکنه. و این مظهر کلمه الهی هم با این تراز عقل بشری نمیسنجه. اینجا این نکته که میخواستم درباره اسمت بگم اینجا خودشونشون میده. از جمله اهل وحدت به امام نمیگن امام معصوم هست یا امام معصوم نیست. چون شما بعضی گفتید امام معصومه یعنی چی؟ یعنی که من با عقل بشری تشخیص میدم چه کار خوبه چه کار خوب نیست، چه چیزی گناهه چه چیزی گناه نیست. یعنی در واقع بیرون از ذهن خودم میتونم اینا رو فارغ از این مجردات و انتزاعیات تشخیص بدم. و اگر این امام با این موازینی که من بهش رسیدم رفتارش سازگاری داشت میشه معصوم، اگرم باش فرق داشت دیگه معصوم نیست، معصومیت ثابت. اینجا به شما میگن اصلا شما نمیتونی اینا رو برای امام وضع کنی، اصلا اون امامه خودش محور و مدار حقیقته، اما هر کاری که خودش میکنه حقه، اصلا اوست که حقیقت رو تعریف میکنه، اوست که تراز و شاغول و محور و تجسم و تجسد این حقیقت هست. خب شما چجوری میتونی برای همچی کسی بگی آقا فلان کارت خوب فلان کارت بده؟ خب اگر این خوبی و بدی به او تعلق نگیرد که دیگه اسمت معنی نداره. خب دقت بکنید که این سخن ممکنه از باب سوء تفاهم بشه، یعنی بگم که خب آقا بالاخره من خوبی هست بدی هست حالا بعدو درخواست بکنه، خب بعد شما میگن نه این کارو نمیکنه، طبیعیه این کارو نمیکنه. ولی شما به محض اینکه در عالم توحید صحبت کردید، در عالم وحدت از این حرف زدید، دیگه این معیارا صادق نیست دیگه. نزدیکترین توصیفی که شاید میشه از این برداشت اسماعیلیان از اسمت، حالا ما اسم بندش رو نمیذارم اسمت، در واقع این کار معلم صادقه، میشه کرد همون قصه ایست که شهرستانی در ماجرای موسی و خضر توضیح میدهد که در مجلس خوارزم آمده است، که همه شنید داستانو که در سوره کهف آمده این که موسی این صاحب شریعت خودش پیامبره دیگه، پیامبری کرده بعد یه عمری میگه که من میخوام برم پیش یک عبدی از عباد صالح خدا که چیزی از او یاد بگیرم که به یه رشدی برسم. میره پیش خضر میگه که از اون چیزایی که به تو یاد دادند میدانی، یه چیزی به من یاد بده که من به رشد برسم. این دقیقا داستان تعلیم دیگه، یعنی موسی یه کسیست که در مقام ترتب است، میخواد بره پیش معلم صادق چیزی از او بیاموزد و برسد به مقام وحدت. به این موسای پیغمبر، به این موسای صاحب شریعت میگن که تو صبرشو نداری، تو تحملشو نداری، تو یه چیزایی میبینی که طاقت نمیاری، گریبان من خضر رو خواهی گرفت. میگه چرا این کارو کردی؟ میگن این کار شما با اسمت سازگار نیست، این کار شما با معیارایی که من میشناسم سازگار نیست. که خانم قصه رو شنیدن، یه طفلی رو میکشه، یه کشتی رو سوراخ میکنه، یه دیوار رو تعمیر میکنه و الی آخر.
یکی از استدلال‌هایی که موسی در برابر خضر میاره، خوب دقت کنید که این در واقع صورتبندی این یه روایتی است از جایگاه امام در اندیشه اسماعیلیان نظاری علم بود. حالا بعدش کار ندارم که چگونه تغییر میکنه این ماجراها. موسی به خضر میگه که تو این بچه رو کشتی، ادعا میکنی که این بچه فردا کافر میشه، فردا فاسق میشه، خدا یه بچه دیگه به این پدر مادر میده، این بچه خوب میشه. خب این بچه که از کاری نکرده، که قتلی مرتکب نشده، جنایتی مرتکب نشده، تو چرا جنایتی که مرتکب نشده رو، اتفاقی که نیفتاده رو در دارش داوری میکنی؟ جوابی که خضر میده، این البته در واقع تعبیر قرآنی نیست دیگه، تعبیریه که بعدن شهرستانی توی روایت داستان موسی و خضر به زبان اسماعیلی این رو بیان کرد. میگوید که تو که موسی باشی مرد شریعتی، تو مرد زمان و مکانی، تو مرد حکم مستعنفی. اینا این مفروغ و مستعنف دو تا اصطلاح خاص اسماعیلی هن که از دوره شهرستانی به بعد در اندیشه اسماعیلی ظاهر می شود. پیش از اون ما این ارجاعات رو نداریم بهش. مستعنف یعنی که اتفاقی باید ابتدا بیفتد تا بعدن شما چکار کنید، بعدن بتونید به این ارجاع بدید، بعدن این رو محل داوری قرار بدید، دربارش ارزش گذاری کنید. میگه توی موسی باید حتما این بچه به سن بلوغ برسه، چون بچه که زیر سن بلوغ نرسیده که حکم براش تعلق نمیگیره، که شما نمیتونید سبب عقابش کنید زیر سن قانونی باشه اگه به بلوغ عقلی نرسیده باشه. فقط به بلوغ عقلی برسه، جنایت مرتکب بشه، شاهد داشته باشی، این معیارهای پیچیده قانونی داشته باشی تا اینکه این کار انجام بشه. چون برای تو این اتفاق نیفتاده، ولی برای منی که خضرم، برای منی که فوق زمان و مکانم، من مثل تو مرد زمان و مکان نیستم، من مثل مرد شریعت نیستم، من فوق زمان و مکانم، من مقید به زمان و مکان نیستم، اون چیزی که من میبینم ابتدا و انتها نداره، من توی عالم موازی زندگی میکنم که قبلا میبینم یه اتفاق افتاده. و اگه ساده ترش کنم، خیلی از شما لابد دیدید این فیلم ها و سریال هایی که تولید میشن که توی دنیای موازی اتفاقای دیگه میفته که توی دنیای ما اتفاق نمیفته. به زبان ساده خضر به شما میگه که ما یه دنیای موازی داریم کنار دنیای شما، که این آدما توش سرنوشتشون معلومه، سعادت و شقاوتشون مشخص شده از قبل، معلومه از کجا اومدن به کجا خواهند رفت. توی صاحب شریعت نه اینا رو میدونی و نه حق داری بدونی. من صاحب قیامت اینها رو میدونم، حقم دارم بدونم، ولی مدام اینها رو در دنیای شما پیاده نمی کنم. و این مهمترین نکته دعوت قیامت است، که دعوت قیامت یه دعوتی نیست که 24 ساعت برای همه آدمیان همه جا قابل ذکر یا قابل بیان باشه یا برای همه اتفاق بیفته، به ندرت اتفاق میفته، تمثیلی است، باطنی است، در درون آدمیان رخ میده، در دنیای بیرون اتفاق نمیفته. حالا شما تمام این مضمون رو بگیرید، میرسیم به دوران حسن علی ذکر السلام. خوب دقت کنید که ما امامت رو داریم، توحید رو داریم، تعلیم رو داریم، و این میاد میرسه به دعوت قیامت در اون زبانی که علی ذکر السلام بیان میکنه. میگه شما مردم سه دسته اید، یا اهل تضاد دید، یا اهل ترتب دید، یا اهل وحدت دید. اونایی که اهل تضادن نه مبدا دارن نه معاد دارن، اونایی که اهل ترتبن پله پله مراحل معرفت رو طی میکنن، اونهایی که رسیدن به وحدت با خدا یکی شدن، خدا رو دارن میبینن. اشرقت الارض به نور ربا، این ارض، این زمین، این دنیای مادی شما، این دنیای شریعت به نور پروردگار روشن شده و تجلی کلمه خدا و امر خدا در برابر دیدگان آنها سبحانه خدا رو میبینن. وجوه یومئذ الی ربهم ناظره، این صورتهاییست که اون روز خدا رو پیششون میبینن. خب این دیدن خدا که دیدن مادی که نیست که، چون خدا که دیدنی نیست که، بعد با این چشم که شما نمیبینیش، با چشم مادی نمیبینیش، که این توصیف کاملا فیزیکیست، اینم مال دنیای زمان و مکانه. یعنی آدمیان برای که یه شیء رو ببینن، شما تو تاریکی که نمیتونید ببینید، توی تاریکی باید یه نوری از بیرون باشه، نور خورشیدی باشه، نور چراغی باشه، به یه جسمی بخوره، انعکاس پیدا کنه، بعد تو چه شما این شبکه عصبی تو مغز شما اینو تجزیه و تحلیل کنه و بفهمید این در دیوار صندلی چوب و هزار یک چیز دیگه. این مکانیزم بینش در دنیای فیزیکی و مادی است، ولی علم بشر امروز اینو فهمیده. این به شما میگه که تو عالم معرفت، تو عالم حقیقت هم چیز شبیه این داری. در عالم حقیقت این اشیاء عالم حقیقت احتیاجی به یه چشمی دارن که چشم سر نیست، چشم درون شماست، احتیاج به یه خورشیدی دارن که اون خورشیده کیست؟ امام زمانه، یا در واقع اینجا میشه قائم برای شما. نور قائم، نور امام زمان به این اشیاء میتابه، به چشم شما میرسه، شما که در واقع پذیرا و دریافت کننده این حقیقتی، اینا رو درک میکنی. رو چیز عجیب غریبی هم نیست، تمام داستان تصوف و معرفت و حقیقت و قطب و اینجور چیزا زمین قرار است دیگه.
که شما به یه معرفتی میرسید. علاوه که سلام اومد گفتش که پیغمبران شریعتی آوردن، این شریعت دور داره، زمان داره، مکان داره، و اینجا با زبان تعبیری وارد قصه شد، گفتن که این ادوار آفرینش شرعی از این قرار بود که آدم دارید، نوح دارید، موسی دارید، عیسی دارید، اینا شش دور داشتند تا رسید به دور محمد، که در واقع این شریعت به کمال رسید، مثل این جنینی که در رحم مادر شش دور نوبت سفری میکنه تا زمانی که متولد میشه. پس این شریعت با محمد به کمال رسید. حالا میگه که خود این شریعت که به کمال رسیده یک کمال دیگری دارد. دیگه بعد از محمد شریعتی نخواهد آمد، اما قیامتی از راه خواهد رسید. بعد میگن که اینی که خدا گفته است که من آسمان و زمین رو در شش روز خلق کرده ام، میشه این شش روز، این از یک شنبه گرفته تا آخر جمعه که جمعه به محمد ابن عبدالله مربوطه است، تا میرسه میپیوندد به شنبه. برای این است که بعدن اسماعیلیان تعبیر کردن، گفتن شنبه ممثول قیامت است، ممثول قائم است. یعنی در واقع شما این شنبه مسئله دیگه، ممثولش کیست؟ قائم. شنبه ارجاع میدهد به قائم، یعنی بعد از جمعه که اختصاص دارد به شریعت محمد، شنبه ای از راه میرسه که شنبه قیامت. همون تعبیری است که در زبان یهودیان هم شما میبینید که روز سبت اسمشو گذاشتن، که اصلا ما روایتی داریم منصوب به امام علی است که میگوید انا سبت و سهود، من شنبه همه شنبه ها هستم، یعنی در واقع قیامت دیگه. اینجاست که اسماعیلیان میگویند که با محمد ابن عبدالله دور شرایع تمام میشد، محمد میشه خاتم ادوار شرعی، و با علی ابن ابی طالب دور قیامت شروع میشه، یعنی علی فاتح دور قیامت است. حالا این قائم های یه نفره؟ نه، اسماعیلیان معتقدن هر کس میتونه باشه، هر کدوم از این امامایی که میان میتونه قائم باشه، هر کدومش این تغییری بده، یه تصرفی بکنه در این احکام شرعی، در واقع یه تلنگر اخلاقی بزنه، یه تغییر خیلی دگرگونی بنیادین ایجاد کنه، میشه قائم. تو دورهای مختلف این اتفاق انجام شده تا رسیده به دوره علازک السلام. علازک السلام اومد اینو به شما گفت، گفتش که برای اهل وحدت، این دقیقاً روایت خلاف روایت دشمنان اسماعیلی است، برای اهل وحدت شریعت فقط در چارچوب زمان و مکانه. کسانی که رسیدن به وحدت، کسانی که به توحید رسیدن، به اون یگانگی رسیدن، کسانی که علی صلاتهم دائمونن، دیگه نیازمند این نیستن که برن تو 5 نوبت نماز بخونن. اینا اگه 5 نوبت بخونن، اگه 2 نوبت بخونن، اگه 1000 نوبت بخونن، در نمازن. این مضمون رو شما بین صوفیان فراوان پیدا میکنید. عین الغزات همدانی یه جایی در نامه هاست یا در تمهیدات در شرح همین نکته میگوید که این داستان تمثیلی است دیگه، خیلی الگوریکال است تعبیری، که میگوین که به شبلی میگفتن تو چرا نماز نمیخونی؟ نمیخوند. و این درباره ابو سعید ابوالخیر هم صادق بود، توضیح خواهم داد. اصرار کردن که بیا نماز بخون، گفت من نمیتونم بخونم. بعد از اصرار فراوان به نماز ایستاد، موقعی که قامت بست دیدن خون ازش جدا شد. این خیلی چیز عجیبی است که صورت بندی ماجرا تمثیلی است. خون به تعبیر میگه که مثل زن حایض ازش خون جاری شد. خب همه میدونن که مرد که ازش خون جدا نمیشه که، مرد که دوره حیض نداره، مرد که قاعده نمیشه که، داستان تمثیلی است. بعد از اون پرسیدن، گفتش که من توی وضعیتی هم که اگه نماز نخونم میشم منکر، اگه نماز بخونم میشم بازم منکر، بین الهاد و بین کفر و شرک من سرگردونم، به خاطر که اون کسی که یقه منو میگیره میگه تو که داری با من حرف میزنی دیگه، چیکار داری میکنی؟ تو که مرتب دائم با منی دیگه، این اتصال معنی نداره که، افتراقی حاصل نشده که به اتصالی برسی. و این حایز شدن در واقع برای او نکته این است که آقا نخوان، زارو چیز دیگه به شما میگه، به شما میگه که همون جوری که زن حایض نماز خواندن بر او واجب نیست، نماز شرعی بر او واجب نیست، برای شما واجب نیست، یعنی شما حق نداری این کارو بکنی، یعنی شما از این دایره برکناری. و از این مثال ها زیاد آوردن صوفیان. یعنی شما اگر زندگی ابوسعید ابوالخیر رو نگاه کنید، یکی از چیزایی که در روایت او آوردن بقیه صوفیان اینه که ابوسعید رو گاه می‌دیدن که 1000 رکعت در روز نماز می‌خونه، و گاه می‌دیدن 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال گذشته یه بار ندیدن این آدم به نماز وایسته. پیر صوفیان بود دیگه، و تمام حرف آدمی مثل ابو سعید این بود که آقا ما علی صلاتهم دائمونیم، نیاز نداریم.
حالا ببین نکته ظریف کجاست؟ نکته ظریف این است که آیا اینا اهل عبادت نیستن، اهل حقیقت نیستن، اهل معنا نیستن؟ خب هستن. آیا در علموت که حسن علیه السلام آمد گفت که من این اقلال شریعت رو از گردن اهل وحدت برمیدارم، دیگه هیچ کی نماز نمیخونه؟ ما اگر روایت های اصیل اسماعیلی رو ببینیم، متون اولیه اسماعیلی، اونایی که چاپ شده و اونایی که چاپ نشده رو ببینیم، علل خصوص نسخه های خطی رو میبینیم که در هیچ کدام از این روایت ها ما هیچ تصریحی نداریم که کسی که به مقام وحدت رسیده است حق داره از جانب خودش به اعتبار این که امام گفته بره تصرف کنه در امور شرعی، بگه من نماز نمیخونم چون باطنیم، من روزه نمیگیرم چون باطنیم. البته تشخیص رو باده شما واگذاشته. شما موقعی که مطلوب المؤمنین توصی رو میخونید، در مطلوب المؤمنین توصی به صراحت میگوید که هر کس از اعضای جماعت که این اوصافی که ما برشمردیم برای تعویل رو، برای باطنی بودن رو، برای اهل وحدت بودن رو در خودش میبیند، خب اهل وحدت. ولی شما خودتون معیارید. شما ببینید که اگر نمیدونم مثلا یه نوبت، دو نوبت، سه نوبت، پنج نوبت باید نماز بخونید یا عبادت کنید، اگر اون پنج نوبت رو میخونید و در ذکر هستید، در حضور هستید و بعدش کلا اینا رو فراموش میکنید، دیگه نرید ادعا کنید من اهل وحدتم. شما اگه همین روزه رمضان رو به زور میگیرید و هیچ اثری در ظاهر و باطن شما نداره، آخه کی به شما همچین ادعایی کرده که به شما این جواز رو داده که بگید آقا همه رو میذاریم کنار؟ میگه کسی که این قوت رو در خودش نمیبینه که اهل وحدت باشه، به همین شریعت ظاهر بچسبه و الا میشه خسر دنیا و آخره. این متمت اسماعیلی است، این متمت دوره قیامته، این متمت دوره فاطمی نیست. یعنی شما آشکارا در متون اولی هم میبینید که همچین به اصطلاح نسخ شریعتی اتفاق نیفتاده. تنها اتفاقی که افتاده این است که یک کسی، حالا ما صورت بندی میکنیم به زبان امروزی، اومده به اینا تلنگر زده که تنسک شرعی، تمسک به ظاهر شریعت و این احکام و مناسک ظاهری به تنهایی برای شما رستگاری نمی آورد. شما اگه به معرفت امام نرسید، اگر توحید رو به این شکلی که ما گفتیم درک نکنید، اگر اخلاقی زندگی نکنید، اگر توان اخلاقی زیستن رو ندارید، هیچ فرقی نمیکنه که شما نماز بخونید یا روزه نگیرید. اگه درست میتونید زندگی کنید، اگه اخلاقی میتونید زندگی کنید، اگر پیوسته متصلید، نماز بخونید یا نخونید، بالاخره اخلاقی. ولی تمام معرفت اینه که آیا شما این توان رو در خودتون میبینید؟ و هر آدمی خودش بالاخره میتونه با خودش دو تا چارتایی کنه ببینه من در این چارچوب هستم یا نه. خب صحبت ما به درازا کشید. آنچه که من میخواستم خدمت شما عرض کنم این است که این چهار مفهوم تعلیم به روایت حسن صبا، توحید به معنای خدای برای تشبیه و تعطیل، به اون معنایی که از دوره فاطمیان، از زمان سجستانی به بعد داشتیم تا دوره حسن صبا، و اینی که برخلاف فیلسوفان این علت اولا را از این وسط برمی‌دارن، خدا علت اول نیست، خدا فوق این است که علت اول باشد یا نباشد، این امر پروردگار است، این کلمه خداست که علت اولاست، خدا را از این معادله دور می‌کنن و در واقع شما یه امامی دارید که تجلی پروردگار، تجلی امر پروردگار است، خدا هم برای شما نیست، و این میرسند به چی؟ به دعوت قیامت که در واقع قائم شما رو به حقیقت و به رستگاری و فلاح خواهند رساند. خب این پیغامی که من اینجا میبینم یه چیزی حدود یک دقیقه دیگه وقت ما تمام میشه، این بخش دوم لایو حسن صبا رو اینجا همینجا پایان میبریم. این برنامه ضبط میشه، در همین صفحه اینستاگرام باقی خواهد ماند، در یوتیوب هم انشالله آپلود خواهد شد و لینکش رو خواهم گذاشت اینجا، یا در اون کانالی که دیدین در موارد قبلی میتونید همون رو دنبال کنید. جلسه بعدی ما انشالله روز 13 اکتبر است، در گفتگوی با آقای مهندس فرخ درخشانی، رئیس جایزه معماری آقاخان، که از بالاخره از دوره 1000 سال پیش میان به دوره معاصر، و اینی که نقش جایزه معماری آخوند در شبکه توسعه آخوند چیست و چه ارتباطی به اهداف و در واقع بینش امام اسماعیلی حاصل دارد. وقت همگی خوش، به امید دیدار در روز 13 اکتبر.